آزادی، عدالت، دموکراسی، برابری، جامعه مدنی، پاسخها در کدام دالان و نزد چه کسی است؟ کی من؟ کی این؟ سلام، من کامبیز حسینی هستم و این قسمت 18 پارازیت، برنامه‌ای که برای شماست. شما که حوصله اخبار رو ندارید و همه خبرها برای شما خبر بده. امشب در پارازیت پاسخ احمدی نژاد کره زمین را شامل می‌شود. افتخاری شورش را در می‌آورد. تمام گزینه‌های پارازیت برای احمدی نژاد روی میز قرار می‌گیرد. نقدی بهانه‌جویی می‌کند. احمد خاتمی تلویزیون را آزاد می‌کند. روی صندلی پارازیتی هفته مازیار بهاری از اعترافات اجباری سخن می‌گوید و در نهایت خوبها، بدها و زشتها معرفی می‌شوند. از ناگفته‌ها شفاف سازی می شود و از همه مهمتر در 30 دقیقه آینده پارازیت بنیان قدرت را قلقلک می دهد. این پارازیت است، برنامه از طرف آمریکای جهانخوار برای بست استکبار در کشور اسلامی ما. محمد مایلی کوهن گفت بنده سگ اسلام هم نیستم، ولی نگفت آیه مایلی ببخشید تو رو خدا، جسارت شرمنده به خدا، خودتون اینجوری گفتین، ما مجبور شدیم اینجوری بگیم. ببخشید، پس شما احیانا این وسط سگ کی هستین؟ شما به عللی که بر همه واضح و مبرهن است خیلی وقت تو دماغی حرف میزنی، خودتو علکی میخارونی، توازن عاطفی تو دست میدی تا تقی به توقی میخوره، جلوی خبرنگارا میزنی زیر گریه. با این همه معلوم نیست کی پشتته، تیم میدن دستت هنوز. حرف در نیار برای مردم دیگه بابا، همه حق دوپینگ دارن تا بالاخره خلافشون ثابت بشه دیگه. Let it go. It's all good. تو هم معتادی. احمدی نژاد گفت در صورت حمله به ایران پاسخ ما کره زمین را شامل می شود، ولی نگفت الان زرشک کیلوی چند دقیقاً. آقای احمدی نژاد عزیز، ای رئیس جمهور محبوب، ای معجزه 1003، ای تو که حاله بر سر می بینی و ملت را خس و خاشاک می پنداری، تو به همین مجلس اصولگرای خودت نمیتونی جواب بدی؟ میخوای به کره زمین جواب بدی؟ لطفاً اگه تونستی از پس این لاریجانی بر بیا. کره زمین پیشگه جاجی. ببخشید سید. مامرزا ترقی در دفاع از ادبیات احمدی نژاد گفت رئیس جمهور فرانسه هم آدم لاتیس، شاکر داش گرتیم چمنتیم جمال تو عشقه. آقا گیرم که سارکوزی لات که نیست، بنده خدا تنده یه ذره، لات نیست. حالا چون اون لاته رئیس جمهور شما هم باید حرف میزنه، آدم باید از خجالت بره بمیره. اما احمد خاتمی ظاهراً یه برنامه تلویزیونی گرفته، ایشون در حالی که روی دکور برنامه که شکل حوض آب بود نشسته بود، راجع به پخش شنا و کشتی از تلویزیون اینو گفت. زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینن، این تصریح فتوای مراجعه. حق ندارن فیلم شنا که گذاشته میشه در تلویزیون، شناگران مرد شنا میکنن، زنها ببینن، این حرامه. تصریح کردن مراجع عالی قدر تقلید. نفرمایید خوب چرا تلویزیون میگذاره؟ خوب تلویزیون فیلمهای ورزشی رو میگذاره و قرارم نیست که هر برنامه رو هر کسی ببینه. بعد تکلیف این خانمی که پای تلویزیون نشسته چیه؟ تکلیف این خانومی که پا تلویزیون نشسته این است، وقتی فیلم کشتی جوانان و غیر جوانان رو میگذارن نگاه نکنه.
خب این خیلی راهکار خوبی بود. دست در نکن آقای خاتمی، از این به بعد شنا و کشتی خانوم ها رو نشون بدین و مرد ها رو تکلیف کنید که روشون رو اونور کنن. به سلامتی مشکلات حل شد. یعنی وقتی که شنای مردا رو نشون میدین، خانم ها اینجوری آقایون نگاه کنن، وقتی که مال آقایون رو نشون میدین، خانم ها اینجوری. درست گفتم؟ برعکس گفتم. خلاصه آجون، وقتی که مال خانم ها رو نشون میدین، آقایون نبینن، تکلیف کنی نمیبینن، به خدا تکلیف کنی نمیبینن، هیچکی نمیبینه. به سلامتی همه مشکلات حل میشه. تلویزیون آزاد، آقای خاتمی تلویزیون آزاد کرد، بریم ببینیم میتونیم بقیه ایران رو آزاد کنیم یا نه. یکی یکی، گام به گام به جام. آها، ایشون ادامه دادن که مرگ بر یک کشور دیگه همونجور که در قرآن اومده فحش نیست. اعلام موضع اسمش دشنام نیست. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل اعلام موضعه. خود قرآن اینو داره، قل موتو بغیظکم، قل موتو بغیظکم، یعنی مرگ بر کفار. علا لعنت الله علی الکافرین، لعنت خداوند بر کافران اعلام موضعه. اولا تو این آمریکا و اسرائیل کل آدم مؤمن مسیحی و یهودی هست و اینا تا اونجایی که ما میدونیم کافر نیستن. این از این. بچه مرد حسابی، این بدآموزی ها چی میکنی؟ از فردا جلوی بچه ها رو نمیشه گرفت، همینجور حرف میزنن میگن ما اعلام موضع داریم میکنیم، فحش میدن. یعنی این بچه های چی؟ این سامان من نمیتونم از فردا جلوشو بگیرم، هرچی میتونه بگه بعدش بگه اعلام موضع کردم. فقط خواستم اعلام موضعم بکنم. بله بفرما. یه دونه از این اعلام موضع رو اصلا نمیتونیم پخش کنیم، همشو بیب گذاشتیم. بس دیگه. چه چیزایی تو بلد بودیم ما نمیدونیم، چه فوشایی بلد بود ما نمیدونستیم. چه فوش، هم فکر میکنم تو آدم مؤدب و فوش، یه دونه فوش فکر نمیکنم بلد باشی. خب میرسیم به چی؟ میرسیم به هواپیمای بدون سرنشین کرار که هفته پیش ازش پرده برداری شد، ولی ظاهراً یکی دستی به سر روش کشیده بود که اینجوری زود پرده برداری شد. تمام این پرسنل ما و دانشمندان ما با این لطفی که آقا کردن به این پرنده و دعا کردن و با دستشون اینو لمس کردن، یک حال خاصی به ماها دست داد. من فکر میکنم که این که ما تونستیم این پرنده رو چند سال زودتر به خط تولید بیاندازیم به خاطر دعا و به اصطلاح لطف ایشون بود. خب ایشون داشتن ویژگی های فنی کرار رو توضیح میدادن، همونجور که دیدین اون زیر کشن حرف میدن زیر تلویزیون نوشته بود ویژگی های فنی کرار و این حرفا، که با دست آقا تبرک شد و 6 ماه دنیا آمد. هیچی نگو سنگ میشیم. من حقیقتش بخوای بعد از دیدن این با خودم فکر کردم اگه آقا یه دستی به سر تو بکشه چقدر خوب میشه. سامان میبینی؟ هی بچه چرت و پرت بگیم اگه، بلمون کن بابا. این سامان چی کاره بلدی ها؟ چی کاره همون؟ چجور این کار کردی؟ مثل مشایی شده، اینم سحر و جادو میکنه. و اینکه آقای احمدی نژاد در پرده برداری کرار انگار داره گزارش کار میدون طربار رو میده. بفرمایید. کارا رو بفرستیم 35,000 کیلومتری. خب سال گذشته 250 کیلومتری شو 250 کیلومتر حرکت در نقطه مقابل جاذبه تجربه کرد. نگاه ده 250 کیلومتر عکس جاذبه زمین. مگه قرار بود ماهواره و موشک چجوری پرتاب شه که بر علیه جاذبه نباشه؟ مگه جور دیگه شد؟ غیب میگی آقای احمدی نژاد. خب بعدش چی؟ انشالله یکی دیگه هم ماهواره بزرگتر به زودی فرستاده میشه که 1 سال در فضا خواهد بود و کار میکنه برامون 1 سال. گام بعدی ما 700 کیلومتر، گام بعدی ما 1,000 کیلومتر، 1,000 کیلومتر در جهت عکس جاذبه. من این تأکید تو بر عکس جاذبه رو واقعا نمیفهمم. فکر میکنیم مثلا ماهواره رو میشه بر موافق جاذبه هم مگه میشه فرستاد؟ چجوریه مثلا موافقه؟